درود وقت شما بخیر. شما بیننده برنامه آغاز روز با من شفیع کریمی هستین. طالبان در تازه ترین گفتگوها خواستایشان را از حکومت افغانستان ارائه کردن و وزارت امور خارجه هم در تازه ترین موارد میگه که این گفتگوها آغاز شده و خواستای طالبان هم برایشان رسیده و روی از این خواستا کار صورت میگیره تا چه جای امون تفاهم صورت بگیره. قبل از اینکه بحث را با آقای سید نقیب الله هاشمی عضو شورای ولایتی کابل آغاز بکنیم، گزارش هم می‌بینیم. بعد از گزارش بحث ما هم شما ادامه دارد. پس از برهم خوردن روابط کابل اسلام آباد، گفتگوهای صلح هم به خاموشی گرایید. اما روز چهارشنبه معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان در نشستی از پیشرفت گفتگوهای صلح با طالبان خبر می‌دهد. می‌گوید طالبان خواستهای مشخصی را از حکومت افغانستان دارد. درها بر روی صلح باز است. با طالبان تعاملات و بحث‌های وجود داشته است و خواست‌های مشخص صورت گرفته و دولت افغانستان این خواست‌ها را زیر بررسی قرار داده است. اتحادیه اروپا تلاش‌های 18 ماهه برای گفتگوهای صلح را فرصت خوب برای مخالفان می‌داند. افغانستان مدت هاست که در تلاش صلح بوده است. برای آنهایی که در جستجوی صلح هستند، فرصت برای صلح فراهم شده و علاقمندی هم از سوی دولت افغانستان و جامعه بین المللی وجود دارد. اما با این همه صلح با چه قیمتی تامین خواهد شد؟ قدم گذاشتن به صلح هم به معنای باز دوباره آغاز کردن به رقابت‌های سابقه و از سر گرفتن رقابت‌های سابقه باید نباشد. بعضا پیام‌های شنیده میشه که امو هوا را میته و مردم افغانستان باز او را استقبال نمیکنه. در تازه ترین اقدام برای روند صلح افغانستان، حکومت افغانستان از سازمان ملل خواستار خروج نام گلبدین حکمتیار از لیست سیاه شده است. سلام، مجدد بازم خوش آمدین آقای شمی. خیلی زیاد تشکر از اینکه به برنامه تشریف آوردین. تشکر زنده باشین. همیشه وقت حرف ما از امی بوده که در صلح بروی مخالفان باز است و همیشه وقت ما خواستار به ای هستیم که صلح بکنیم، ولی چی فکر میکنید این بار واقعا طالبان نسبت به می کار یا به می روند صادق خواهند بود؟ به نام خدا، سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت بیندگان محترم تلویزیون. شک نیست که مردم عزیز افغانستان به صلح نیاز نه، بلکه ضرورت دارند. مردم تشنه صلح هستند. روزانه صدها هموطن عزیز ما جام شهادت می نوشند. از اثر جنگ است. بنان حالا مردم صلح یک ضرورت می دانند. و در سی بود اگر ما ایره بحث کنیم، یک بخشی که می گرده به مخالفین، بخش دیگهش که می گرده به خود حکومت، بخش سیومش می گرده که به سیاسی نما. بخش اول طالبا اگر واقعا صلح صادقانه، منیس یک افغان، منیس یک کسی که صادق به وطن خود باشه، منیس یک کسی که وطن عزیز خود دوست داشته باشه، منیس مادر اخلاصمندانه بدون وساطت خارجی ها، یقینا برتون میگم که صلح نتیجه میده. نقطه دوم برمیگرده به خارجی ها، که خارجی ها نباید مداخله کنند. این دسترازی و مداخله کشورهای بیرونی است که امروز در افغانستان جنگ جریان دارد، به خاطر که جنگ نیاز به تمویل و تجهیز دارد. بنان اگر کشورهای بیگانه، کشورهایی که افغانستان را نمیخواهند ثبات داشته باشند، اگر اونا تمویل و تجهیز نکنند، در حقیقت جنگ طویل نمیشه که 14 ماه جنگ. یعنی عامل اصلی جنگ در افغانستان دسترازی کشورهای خارجی؟ شک نیست. یک بودش اساسی برمیگرده به کشورهای خارجی. تا حالا دیدن که پاکستان اولا تجهیز میکردن، تمویل میکردن مخالفین، بالاخره میامدن حملات تروریستی در افغانستان انجام میشد. ایران حاصل قیاس. بعد از او حالا میبینن که روسیه ظاهر و هویدا بود که حداقل مخالفین کمک میکردن. اگر سران طالبان کشته میشن، شما میبینین که با کدام پاسپورت و کدام کشورها سفر میکنن، ویزه کدام کشورها زده میشن، خامخواه مداخله کشورهای بیرونی است. بخش دوم ها که میگشت به کشورهای همسایه یا کشورهای مداخله، اگر امیدوار هستیم که اگر اونا مداخله را قطع کنن، او خوبتر میشه که برمیگرده به سیاسین ما که چطور وارا قانع بسازن که مداخله در امور داخلی ما نکنن. بخش سومش به حکومت عزیز ما برمیگرده که اگر حکومت واقعا تصمیم قاطع
ثابت و محکم داشته باشن صلح برقرار میشن. مثلا ببینین صلح با حزب اسلامی حداقل از دو ما بالاتر میگذره، تنها مسئله تعذیرات بالای امیر حزب برات کرده نتونستن رفع کنن، ایست که ضعیف پیش میرن. امیدوار عزیزتم که در توافقنامه‌ای که امضا میکنن دو قاطعانه به جدیت عمل کنن، شاید یک صلح همی باشه. و امیر صلح کمرام که شما ببینین توافقات حکومت با حزب اسلامی 25 معاهدات امضا کردن، آیسته آیسته سر تطبیق از او گام مانده میرن، کمیسیون اجرایی جور کردن، این یک چراغ سبز به طالبا بود که واقعا اونا هم دیدن که یک بخش طالبا به نام رسول چراغ سبز نشان داد، بخش دیگهش به نام ملا عبدالمنان نیازی عملا اعلان کرد که من هیچ وساطت خارجی را کار ندارم، در خاک افغانستان میتونم با حکومت افغانستان صحبت کنم و خواستای مشروع مرا اونا جواب بگن، از اونا را مجامم کار پیش میره. این است که اگر وساطت های کشورهای خارجی باشه، مثلا چند موضوع بخشی شد پکواش کنفرانس داشت، چقدر سال میگذره نتیجه و ریزلت نداره، کنفرانس چهار جانبه افغانستان و پاکستان و چین امریکا بار پنجمش هم گذشت، هم اسلام آباد دایر میشد هم در کابل، مگر نتیجه هیچ نداشت. اما بخشی که حزب اسلامی تصمیم گرفت و فیصله کرد آمدن در خود پایتخت افغانستان در قلب کابل مذاکرات شروع کردن، الحمدلله یک نوید و مژده و نصد به مردم عزیز دادن که آیست آیست تطبیق میکنن. امیدوار عزیزم که حکومت تماما اختیارات عام و تامه به خود بگیره، بدون وساطت خارجا میتونه که یک صلح ثبات دارید. پس تا به حال که امی روند صلح بگونه خیلی درستش آغاز نشده یا ای که با طالبان ما نتانستیم واقعا اونا را قناعت بتیم که بیاین صلح بکنن، ضعف از حکومت افغانستان بوده؟ شک نیست، اگر بخشش میگرده به خود طالبا که یک تعداد یک شاخش اصلا صلح نمیپذیرن، بخش دیگه میگرده به حکومت که حکومت واقعا اگر صادقانه قاطعانه و شجاعانه بخواه که در افغانستان صلح تامین کنن میتونن. از دو بود کار میگیرن، یک بود اولی کشورهایی که تمویل و تجهیز میکنن، ما یک وزارت به نام خارجه داریم، ما در هر کشور سفرای داریم که حداقل دیپلماتای داریم که حداقل و کشورهایی که مداخله در امور داخلی میکنن و مخالفین ما را تجهیز و تمویل میکنن، اونا را باید مسئولیت از ناس قانع کنن. اونا به خاطر در اونجا سفیر مقرر نشدن که حداقل در خواب غفلت باشن، اونا مسئولیت احساس میکنن که در قبال وطن خود امو کشوری که در اونجا سفیر یا نماینده افغانستان اونا در اونجا هستن، اونا باید اونا را قانع بسازن که در امور داخلی ما مداخله نکنن و دشمن ما را تمویل و تجهیز نکنن. یک نقطه. بخش دوم میگرده به حکومت. حکومت که همتو در بخش و برنامه خود که برنامه فساد اداری است ضعیف است، ضعیف عمل میکنه. در بخش رابطه ها که بر ضوابط استوار است ضعیف عمل میکنه. در بخش مواد مخدر ضعیف عمل میکنه. در بخش پلان ها و برنامه جنگی ضعیف عمل میکنه. حاصل قیاس در برنامه سال که از تمامش کده به مردم عزیز افغانستان اولویت داره و مردم افغانستان نیاز داره، دهم ضعیف عمل میکنن. اگر مذاکره که با حزب اسلامی داشت، توافقنامه‌ای که امضا کرده بودن، اگر تحریما دور میشد، با چند مواد عزیز واقعا جامع عمل یا تطبیق میشد، شما شاهد بودین که امروز تعداد زیاد از طالبان به صفوف حکومت یک جای میشد و باب مذاکره و دروازه باشه. یعنی میگین خیلی زیاد تاثیراتش از زمانی که حکومت افغانستان با حزب اسلامی صلح کرده روی طالبان هم آورده و این روند اونا هم تشویق شدن به اینکه بیان به حکومت افغانستان صلح بکنن؟ چرا نه؟ امی توافقنامه حزب اسلامی با حکومت یک پیغام به مخالفین دیگر بود که جنگ راه حل نیست، بلکه یگانه چیزی میتونه که راه حل باشه فقط صلح است. امی پولی که در جنگ ما مصرف میکنیم حکومت افغانستان، اگر امی در راه صلح مصرف کنیم، ام تعداد از عزیزان خود از دست نمیتیم، ام وطن ما بیرون نمیشه، در حالی که یک صلح ثبات دائم میتونیم باشه. ولی ما خیلی وقت روی می کار کردیم که ما با طالبان صلح هم میخوایم، طالبان هم به نوع قبول میگردن، بازم صادق نمیبودن و امیر روند تا به حال هم ادامه داره. پس به حرفای شما ای که حکومت افغانستان ضعیف است یا ای که دست اندازی کشورهای خارجی، فکر نمیکنه که زیادتر از این بخش برمیگرده به خود طالبان، که طالبان صادق نباشند و زمانی که خود یک کس نخواهد که توسط یک نیرو یک کس تجهیز شوه یا کمک شوه، پس یک کس خود میتونه به زور سرش تمویل بکنه؟ خب ما که ضعف میگم، ضعف مفهوم عزیز داره که ما تصمیم بگیریم بر ارتباط و صلح، باب مذاکره را باز بونیم، طالبان چند دست هستن؟ یعنی تا بال تصمیم گرفته نشده؟
تصمیم گرفته شده ضعیف بوده. دسته های از اینا که صلح میپذیرن با اونا از در مذاکره پیش بریم، کسان دیگه که مخالف آبادی و عمران وطن هستن، صلح نمیخواین، مخالف تمامیت ارضی هستن، باز با اونا میتونیم که پلانا و برنامه نظامی رو بگیریم، از طریق نظامی اونا رو ما قلع و قمع کنیم. اردو باد ما ببینین امی فعل فعلا زمستان است، نمیتونن مخالفین جنگ کنن، باب مذاکره پیش شده. شاید از اخلاص نیت باشه مذاکره ایشان، شاید به خاطر فریب باشه که جنگ دوام بتن، به خاطر فصل سرما خدا گرما آمده بسازن. مگر مسئولیت ما چیست؟ آیا ما برنامه به خاطر صلح داریم؟ یک، باید داشته باشیم. دو، آیا اگر صلح را نپذیرن برنامه به خاطر جنگ داریم؟ نه، باید ما پلانا و برنامه‌ای که سه نهادهای مربوط امنیتی ماست که برمیگرده به وزارت دفاع، وزارت امور داخله، ریاست امنیت ملی، اینا برنامه‌ای خود داشته باشند که اگر به صلح کس مراجعه نکرد، باب مذاکره برش باز بانیم قبول نکرد، باز میتونیم از طریق نظامی قرار دیم. خود تعداد است که میخوان که به پروسه صلح بپیوندن و باب مذاکره باز باشه، بر از اونا آغوش وطن باید باز باشه، اونا را چیزایشان که مطابقت با قانون اساسی است و مغایرت با حاکمیت ملی ما نیست، اون موضوعات بپذیرن، چیزایش که مخالفت نبیدن. قسمان در ابتدا کس فکر نمیکرد که حزب اسلامی چی رو بپذیره؟ قانون اساسی ما را. شما ببینید که قانون اساسی را پذیرفتن، عدم جنگ نظامی را قبول کردن که ما دیگه جنگ نظامی نمیکنیم، نقطه اساسی ارتباطات، هیچ رابطی با گروهای توریستی نمیگیرن. این اگر اونا هم همین برنامه را بگیرن، فبها خیلی، چرا ما در بازی صلح، در بازی گفتار و مذاکره با شما؟ ولی در زمانی که حزب اسلامی با حکومت افغانستان نمی تفاهم‌نامه را امضا میکرد، گفته بودن که بعد از این تفاهم‌نامه یا امضای از این جنگ در افغانستان یا نامنی در افغانستان کمتر میشه، ولی ما شاهدش نبودیم این چنین کار شوه. خوب است، شما دیدین که دشمنای وطن در هر جای کار میکنه، دشمنایی که نمیخواد افغانستان صلح و ثبات برقرار شوه، آنان که منافع خود در جنگ میبینن، اونا خامخا یک دم فشار انداختن در ولایت افغانستان که اصلا امی صلح سپوتاش کنن، به خاطر از اینکه صلح کم اهمیت جلوه بترشان که صلح تاثیرات نکرده در برابر این جنگ افغانستان، بنان اونا تلاش کردن مگر نه تاثیرات زیاده کرده. بعد از اینکه خود رهبری حزب اسلامی ظاهر شود در خود کابل یا یکی ولایت افغانستان، با شما خواهیدین که چقدر تاثیرات دارن. امی که پیغام به مخالفین میباشه، قماندانای طالبا، جمع تیم ملا رسول، اونا که بسته اعلان میکنن که ما به پروسه با مذاکره باز میکنیم، ملا عبدالمنان نیازی که اعلان میکنن، در حقیقت پیغام اینمی ابتدای صلح حزب اسلامی با حکومت بود. تعداد زیاد، خب بس جای دیگر نره، یک سوال هم از حزب اسلامی، تعداد زیادی از کسایی که به افغانستان یعنی از هموطنان که زندگی میکنن، زیادشان هم راضی به این نبودن که حکومت افغانستان با حزب اسلامی صلح بکنه و همی کار یعنی صورت بگیره و تا اینجا که ادامه داره. چی فکر میکنید این روند زیاد تاثیرات خیلی زیادش نمیگذاره روی از اینکه حزب اسلامی با حکومت افغانستان صلح بکنه، این مادهایی که در تفاهم‌نامه هست اونها عملی شوه یا نه؟ ما به اون تاثیرات خودش داره، چون نیم از قشر جامعه است فکر کنم، یا ما به او عزیزادم نیم خود نخواهد بود. خب تعداد کمتر، شاید فکر میکنم که بسیار قلیل باشه کسانی که نمیخوان. هر کسی که مخالفت با صلح میکنه، مخالفت با افغانستان میکنه، مخالفت با حکومت ملی ما میکنه، تعداد قلیلی که نمیخوان. ای کاش امی تعداد در صفوف اول نبرد برن، جنگ ببینن. اینا فقط اولادای خود از دست ندادن، اینا نه در اردوستان نه در پلیسن، فقط در یک جای رسانه در چند جای ظاهر میشن. اگر اونا در صف مقدم اول برن نبرد ببینن و اولادا از اونا فرزندانشان شایچه، باز اونا میگن ما صلح کار داریم. ببینین هر مرجعی که باشه، قانون اساسی که پذیرفته شوه، جنگ صورت دیگر نگیره، به صلاح دست نزنه و با توریستا ارتباط نداشته باشه، کدام وجهست؟ پس صلح با کی شما میکنین؟ صلح با کسی که در جنگ با ما بوده. در حقیقت اگر ما در بین خود در اینجا در کابل که هستیم صلح نداریم، ما صلح با کسی میشه که در او درگیر باشی، در جنگ باشی، در منازعه باشی، صلح همیشه بنان ما که صلح با کسی میکنیم، خام خاده قتل شده، کشتار شده، از اردو جناب تخریب شده، مگر آله که ما صلح میکنیم گذشته را میگذاریم. توصیه ما به او عزیزایی که اصلا نمیخواین که تو باشه افاده پخش میکنن، من میگم بگذار میره که کی چی کرد، احمد چی کرد یا محمود چی کرد، بیاین منایس یک وطن، گذشته را فراموش میکنیم، به خاطر خدا و به خاطر عمران وطن، به خاطر که خون از این اولاد وطن نریزه، به خاطر که او خانم بیوه نشه، به خاطر که او مادر بی فرزند نشه،
حال ما بگذاریم که احمد چی کرد، محمود چی کرد، فلانی تنظیم چی کرد، فلانی قم چی کرد. حال ما اینو بگذاریم قانون حاکم بسازیم، همه دست به دست هم بتیم، اگر از مخالفین است، اگر از حکومت است. وقتی که یک حکومت قانونمند جور کردیم، حکومت زورمند جور کردیم که قانون میتونه تطبیق کنه، هر کسی که جنایت کرده بود میتونیم به پای دارو رو بکشنیم، به پای میز محکمه بکشیم. آلو خواه اکثرا ببینین هزار جنایتکار در خود کابل میگردن، کدام زیر محکمه کردن؟ ما بگذارین اول حکومت جور کنیم، حکومت زورمند، حکومت مقتدر، حکومت که قانون تطبیق بتانه بالای هر زورمنده. وقتی که حکومت اوتر جور شد، بعد از او باز ما میتونیم که مردم عزیز افغانستان تصمیم بگیرن، نهادهای عدلی و قضایی تصمیم بگیرن. هر کسی که خیانت به وطن کرده بود، ولو ای باشه ولو زید باشه، باز میتونیم به پای میز محکم بکنیم. حالا که ما اصلا یک حکومت قدرتمند و قوی نداریم که قانون حاکم بسازن، حالا شما میکنین که صلح نمیخوایم. اگر صلح نباشه خو روز مره ما تلفات میتیم، روز مره مثل مرچه ها ما با سوگ عزیزان و فرزندان خواه ما نشستیم. امیدوار عزیزتم توصیم به او عزیزاییست که بگذارن هر کسی که هست در مذاکره را باز بنن، با اونا مذاکره کنن. شرط شمی که حقوق اقل تا زیر پای نشه، یک قانون اساسی رو بپذیرن، دو حاکمیت ملی رو بپذیرن، سه با تروز با دیگه جنگ با کشتار و جنگ تران زن. کسی که شکل بپذیره هر کاری که باشه مردم باید، وگرنه امی عزیزای کریم سلام تن بفرما بیاین یک نبرد جنگ ما مرشون میرم بریم که صلح تو قبول نداری. حداقل یک روز در اونجا که فرزند ما اولاد ما خودش شهید میتن، تو بیا که بریم در اون نبرد اول دهلمن برو، دفعه در تخار برو، در جای دیگه ولایتایی که جنگ از برو، با شما میفهمین که ما صلح داریم. و دیگه برو یک مادر که اولادش شهید شده، از او پرسان که بگو تو چی میگی؟ او میگه داغ مرسای که دل من از این بعد اولاد وطن شهید نشه. امیدوار ازیتم توصیم با اونا این که بگذارین که صلح شوه، بعد از این که حکومت قانونمند و مقتدر جور کردیم، دستای اجانب و کشورهای بیگانه را قطع کردیم، قانون خود ما حاکم بود، باز او زمان هر کسی که جنایت کرده بود ای یا زید باشه، آم باز اونا را نهایده قدر قوت بتین کنار بسن. در آخرین گزارشات حکومت پاکستان هم ادهام میکنه که در افغانستان علاقات یا دستای کسایی است که نمیگذاره که میره بند صلح آغاز شوه و یا به خوبی ادامه پیدا بکنه. آیا فکر میکنید در افغانستان هم یک دستایی هست که نمیگذارن که صلح با مخالفین یا با پاکستان انجام شوه؟ بله شک نیست، تعداد مردم هستند که از جنگ منفعت میگیرن، از جنگ بهره میگیرن، امی فعلا لقمه نانشان از جنگ است. او تعداد مردم نمیخوان. اینا در چه سطح در حکومت هستن؟ من میگم به هر سطح که بخوایم، حتی به سطح بسیار رده های بالاست، شما عملا میبینین به سطح رده های بسیار بالاست. امیدوار عزیزتم که ما حداقل حکومت فقط برمیگرده به حکومت، به جناب رئیس جمهور، جناب رئیس اجرا، یک بار اینا در مذاکره را که باز بانن، حداقل حکومت قانونمند بسازن، حکومت قوی مطلب ما بسازن. وقتی که حکومت قانون حاکم شد، امی فعلا شما امی رسانه و میدیا میبینن چه حالت داریم به لحاظ خدا، امی علی چی حالت داریم، از معاون اول گرفته تا رده های بالان، به کدام حالت هاست که ما نمیشیم از میدیا؟ شرم‌آور برای ما نیست؟ به کشور به نام جمهوری اسلامی افغانستان همچه عملات بسیار دردآور و رنجاور نیست؟ امی ملت چی فکر میکنه؟ چطور حکومت پشتیبانی کنه؟ چطور همکار ملت با حکومت باشه؟ بنان وقتی کی حالات رو میشنوین؟ اگر یک حکومتی می بود که قانون حاکمیت می بود، رابطه ها نمی بود، ضوابط برقرار می بود، چهار نفر اعدام می شد در حقیقت نمی دیم و شما کم جو عملهای جنایت ها شروع شد. بنان به این ارتباط امیدوار عزیزتم که یگانه رای که افغانستان نجات می ته بیتری رای رای صلح است. ببینیم کسانی که به صلح باز رجوع نکرد، میدان پیدا نکرد، باز اردوی منظم داریم، پلیس عزیز منظم داریم، امنیت عزیز داریم، میتونیم که تعداد کم میمونن و را قلقم کنیم. بنان تعدادی که در رده های بالای حکومت هستن که نمیخوان حکومت شناسایی کنه، بدان حکومت که اینا حداقل منافع از اینا در جنگ است. اینا خودشان میخوان که دائم در قدرت باشن، حداقل به دیگر ملت وقت نمیدن. وقتی که به دیگر مردم عزیز افغانستان وقت ندی، خامخا جنگ جریان داره. امید هستم که حکومت بدانه کار به علب بسپاره. هر کس که شایسته بود، اوزبک بود، ازاره بود، تاجک بود، ترکمن بود، ولو اهل اونود بود که تابعیت افغانستان را داشت، کار برش بسپاره، میتونیم که یک حکومت خوب داشته باشیم و امن سبا. و از آخرین تماس های روسیه و ایران با طالبان چی فکر میکنید؟ چی تاثیرات را میگذاره روی روند فعلی افغانستان؟ خوب وقتی که طالبا در پاکستان تمویل تجهیز میکردشان، تاثیرات جامعه جامعه آیسته آیسته سر پاکستان زیاد شد و پاکستان مجبور شدید که هیچ چاره دیگه نداره. آیسته آیسته دست کم کم از سر طالبا گرفت. طالبا برنامه و پلان داشتند،
مجبور بود که رابطه با ایران محکم کنه، مجبور بود که رابطه با روسیه محکم کنه تا تمیل تمیز از او شود. هر کشور از مخالفین ما بهره سیاسی میگیرن. امیدوار عزیزم تا کشورهای بیگانه بهره سیاسی میگیرن، چرا ما بهره سیاسی نگیریم؟ چرا سیاستمدارای عزیز ما با ما کسایی که میره رابط با اونجا تعیین میکنن، چرا اونا را قانون نسان که حداقل بین منافع اولیای کشور را کار دارین؟ اگر میخواین که افغانستان با امن و با ثبات داشته باشین، اگر میخواین که نظام قانونمند اسلامی داشته باشین، پس شما بین حکومت در اختیارتون است. اینا چرا حساب به می خاطر است که طالبات چون رابطشون با پاکستان کمه آسیب پذیر شد، بزرگا و رهبرا و کلانایشون گرفتار کردن، اونا تمایل پیدا کردن به طرف تعدادش آمدن به هلمند و تمایل پیدا کردن به طرف ایران و به طرف روسیه. روسیه هم عملا تجهیز و تمیلش شروع کرده. این افشا میشه، این پنهان نمیمونه، این ظاهر میشه. والی یک ولایت که اعلام کنه که تیاره مکمل طالبان اکمال میکنه، تیاره از کجا میه؟ خمرز مالمدار مالمدار است میکنه. اونا به خاطر منافع خود که داعش زد از اوناست، داعش در مقابل از اینا قدلم نکنه، ثبات کشور را زور بر هم نزنه، به می خاطر تمویل تجهیز از اینا را شروع کرد. ما پیغامم به حکومت عزیز است که اینا باید پلان برنامه‌ای داشته باشن که با اونا صحبت کنن و از طریق سفرای ما کسایی که نماینده های افغانستان در کشورهای دیگه روسیه یا ایران است، او دو کشور قانع بسازن که تمویل تجهیز مخالفین ما را نکنن، تا از یک طرف صادقانه، از طرف دیگه که کمبود تجهیز و تامین شوه اونا با حکومت. پس زمانی که خواست طالبان نی است که به نیروهای خارجی، یعنی نیروهای آمریکایی یا ای که از کشور دیگه که برای افغانستان هستن، اینا از افغانستان بیرون شوند، پس روابط طالبان با روسیه به چی مفهوم؟ ببینین چند خواست دارن نی؟ اونا که خواست اولی خواستن که خروج آمریکا از اینجا خارج شوند، زندانه از آباد رها شوند. در حقیقت ما اگر حکومت قدرتمند داشته باشیم، باز نیاز به قدرت های بیگانه نداریم، به قوت های بیگانه نیاز ما نداریم که باید افغانستان باشه. مگر آل فعلا چون خواستایش برآورده نشده، مجبور یک کشور را پیدا کنه که آره تمیلی تجهیز کنن، چون تا بالا در مذاکره نو آغاز شده، توافقنامه صورت نگرفته. تا او زمان اونا تلاش میکنن که اگر از رای صلح نشد، از رای جنگ حداقل حکومت خارم نمونن. بنان اونا از روسیه کمک میخوان به خاطر از اینکه تمیلی تجهیزشان باشن، تا اگر رای صلح برشون باز نشه، در صلح توافقنامه امضا نشه، قبول یکی به دیگر نشه، مذاکرهشون موفق نشه، بنان تمویل و تجهیز از روسیه داشت. یعنی طالبان استقلالیت خودشان نداره و تصمیم بر هی میگیره زمانی که به امو خواستاشون برآورده نشه، میتونن با هر کشور ائتلاف بکنن و با هر کشور خوان کمک شوند. بله، جنگ، بیاین صادقانه بگیم، جنگ استقلالیت هر کسی که جنگ میکنه بر هم میزنه. مثلا ما در جنگ نیاز به پول داریم، به پیسہ داریم، مجبور هستیم، نیاز داریم که دست گدای یک کشور دراز کنیم. طالبان که جنگ میکنن با تمیل تجهیز، جنگ فقط عاملش ایست که ما را غلام میسازه، ما را مزدور میسازه، ولو حکومت باشه ولو طالبان باشه، به خاطر که نیاز به پول داره. ما عمله که ما ادعا میکنن سر حکومت، ادعا میکنن حکومت از امریکا میگیره، خامخا میگه تام میگیری، و مجبور است به خاطر از اینکه زنگ اگر دوام بده از روسیه بگیره. بنان جنگ، آخر جنگ بالاخره ما را غلام میسازه. امیدوار هستم که طالبان جمع همه مخالفین امی حالت از برشان دور شوه، یک رای صلح بین الافغانی. اگر ای بار صادق نباشند طالبان، ما خوشبین به این هستیم حالا در گفتگوهای صلح باز شده، باز هم بین حکومت افغانستان و طالبان، ولی اگر ای بار صادق نباشند، باید حکومت افغانستان چی روی کرده را در قبال از اینا پیاده بکنه؟ عمل کرد و روی کرد حکومت باید چیزی باشه که تعهدات که با حزب اسلامی کرده او تعهدات مربوط به حکومت میشه، جدی تطبیق کنه. مولا رسولی که چراغ صبر نشان داده جدی را پیگیری کنه، مولا عبدالمنان نیازی که داده جدی ای را تعقیب کنه. میگذاریم بعد از او که اینا که یک جای شدن کم قوی تر ما میشیم. دیدیم کسانی که باز رجوع به صلح نمیکنه، از برنامه نظامی اساسی برنامه و پلانای جنگی بسازیم به خاطر مهار کردن جنگ، باز میتونیم وطن خود را ثبات کنیم. این نیست که مخالفین اگر نخواهیم ما نمیتونیم ثبات برقرار کنیم. ما اگر قاطعانه، شجاعانه، ولو بسیار تیم کم باشیم، صادقانه ما کار کنیم، ببینیم مجاهدین افغانستان بسیار تعداد قلیل بود، بسیار با سلاح سبک، مگر قوی ترین سوپر طاقت دنیا را کروسا بود شکست دادن، عزم متین راسخ داشتن. امروز ما 350,000 اردوی ملی داریم. اگر ما واقعا صادقانه کار کنیم با پلانای اساسی، یقین داشته باشین که هیچ مشکل برای ما نمونه. خب بازم براتون میگم که ما پلان نداریم، ما برنامه نداریم، ما قاطعانه کار نمیکنیم. اگر قاطعانه کار کنیم، کسانش که به صلح میپیوندن برادر و عزیز و دوست ماست، باید حکومت از اوناست، افغانستان در افغانستان باشه. کسانش که نخواستن نوکرای اجانب شدن،
باز پلان ها و برنامه جنگی میتونن بسازن تا اون را مهار بسازن. خیلی زیاد تشکر از جناب شما سید نقیب الله هاشمی عضو شورای ولایتی کابل از اینکه به بحث تشریف آوردین و تشکر میکنم از شما بیننده های عزیزم که تا این دم بحث ما را دنبال کردین. برنامه آغاز روز همچنان ادامه دارد. وقفه کوتاه داریم، بعد از وقفه دوباره برمیگردیم.